یک ادبیات نادرستی که در ایران جا افتاده و عمدتاً هم ریشه مذهبی داره، رفتار نیازمحوری با کودکان هست. کودکانی که نیازمند هستن و عده‌ای که میخوان نیاز اونها رو برطرف کنن برای خودشون یه درخت در بهشت بکارن. این رفتار بسیار نادرسته. کودکان حق دارن، چه کودک مهاجر چه کودک غیر مهاجر، حق داره که مورد تبعیض واقع نشه، حق داره که مورد حمایت قرار بگیره، حق داره که از کمک‌های ما بهره‌مند بشه، نه اینکه اون نیازمند هست و ما تکلیفی داریم و نیازمون رو می‌خوایم برطرف کنیم. نه، اول مردم با این رو تفکیک کنن. مردم دلسوزی‌های نادرست در موردشون نباید انجام بدن. مردم بایستی اگر که سر خیابون می‌بینی، هر جا می‌بینی، لازم نیست از اونها نمایشگاه شما نیستن، ازشون عکس و فیلم می‌گیرید. لطفاً عکس و فیلم نگیرید. اگر می‌تونید بهشون کمک کنید، به یک سمن، به یک انجمن مردم نهاد معرفیش کنید، مثل جمعیت امام علی، انجمن حمایت از کودکان و غیر از اون، تا یا به سازمان بهزیستی گزارش کنین در موردشون اگر که حالت مخاطره آمیز میبینید، و به جای دلسوزی، به جای اینکه بخواد حالا فعلا هرچی که فال داره امروز ازش بخرم تا نیازش برطرف بشه، یا سوالات خصوصی ازش بپرسی، یا اونو وادار کنی به رفتارهایی که برای شما مورد جالب باشه، این رفتاری که ما داریم باید تغییر بدیم. ادبیات تبعیض‌آمیزی که بین ما به خصوص نسبت به کودکان افغان وجود داره بسیار بسیار نادرسته، نه خداپسندانه است اگر به خدا باور دارید، نه منطبق است با اصول حقوق بشر و کرامت و منزلت انسانی. بنابراین همچنان که در قوانین وجود داره، لازم هست، چنانچه دوستمون اشاره کرد، لازم است که ابتدا هویت داشته باشن، ابتدا بایستی شناسایی بشن. اونهایی که امکان داره که تابعیت ایران بگیرن، هرچی سریعتر باید تابعیت بگیرن. قانون در این رابطه تصویب شده در سال گذشته در رابطه با اعطای تابعیت به کودکان متولد از مادران ایرانی، که عمده اونها کودکان متولد از پدران افغان و مادران ایرانی هستن، که جمعیتی بالغ بر 1 میلیون هست. در یک سال گذشته که این قانون داره اجرا میشه، فقط به 80 نفر از اونها تا کنون شناسنامه داده شده یا هویتشون شناخته شده. بنابراین اجرای قوانین به درستی و رعایت کرامت و منزلت انسانی اونها از همه چیز با اهمیت‌تر هست، و هر کمکی میخواد بکنید از طریق ساختارهای مردم نهاد، انجمنهای مردم نهاد، سازمان بهزیستی کمک کنید، نه به صورت فردی یا به صورت خیریه‌ای و هیئتی. رفتار هیئتی مضر به حال کودکان و هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت. تلاش کنید که کودکان بتونن به آموزش برگردن اگر امکان داره. کودک ناچار هست که کار بکنه، ولی میتونه بعد از کارش ساعتی هم، چنانچه جمعیت امام علی تدارک دیده در مناطق پرخطر، به آموزش بپردازه. فراهم کردن این امکانات هست که به اونها کمک میکنه، و ضمن اینکه هویت بخشی به اونها هم اهمیت بسزایی داره.